امین بهمنی در سال 1327 در شهر شعر و ادب شیراز و از پدر و مادری قشقایی متولد گردید. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر به اتمام رسانده و سپس فارغ التحصیل دانشسرای تربیت معلم شد. پدر وی از صاحب سبک‌های موسیقی قشقایی و از علاقه‌مندان و موسیقی دانان ایل قشقایی بوده. بدین سبب منزل وی محل تردد موسیقی دانان ایل و موسیقی دانان ملی از جمله استاد نورعلی خان برومند قرار گرفت و کودکی پروین سرشار از عشق و علاقه به موسیقی شد. به گفته خود پروین اولین کسی که به او موسیقی آموخت دایه وی بود که از صدای خوشی نیز برخوردار بوده است. اهم فعالیت‌های پروین بهمنی به اختصار: تشکیل گروه موسیقی هاوا، اجرای موسیقی قشقایی، شیرازی و بویراحمدی، تشکیل گروه موسیقی بانوان هاوا، تحقیق و بررسی راجع به فرهنگ و ادبیات شفاهی قشقایی که یکی از ماحصل‌های آن جمع‌آوری 1500 دوبیتی قشقایی و برگردان آنها به فارسی می باشند، تحقیق و تمیز دادن راجع به سر رپرتوار موسیقی قشقایی یعنی موسیقی چنگی ها، موسیقی ساربانی و موسیقی عاشقی و شرکت دادن و سرپرستی گروه آنها در جشنواره های مختلف. احیای موسیقی عاشقی قشقایی اصلی ترین رپرتوار موسیقی قشقایی طی چند دهه بوده. این بخش از موسیقی که به دست فراموشی سپرده شده بود با تلاش و اهتمام فراوان وی در طی چند سال به یافتن بازماندگان این طایفه نوازنده و نغمات آنها پرداخته که ماحصل این فعالیت‌ها شرکت دادن عاشق اسماعیل در جشنواره آیین آواز در سال 1373 و ضبط نغماتی از وی که با همکاری استاد محمد رضا درویشی به نحو شایسته‌ای انجام گردید بود. برگزاری یادمان عاشق‌ها در تالار وحدت، برگزاری بزرگداشت فرود گرگینپور و تلاش برای تأسیس انجمن موسیقی نواحی ایران، برگزاری کنسرت‌های مختلف پژوهشی از جمله ایلخان خنیاگر، سمسام السلطان، برگزاری کنسرت‌های مختلف در اکثر تالارها و فرهنگسراهای تهران و چند کنسرت در شهرستان و خارج از کشور و حضور در جشنواره‌های مختلف از قبیل جشنواره موسیقی فجر، پژوهش و تدوین 3 لوح فشرده از منظومه‌های عاشقی و انتشار آنها توسط حوزه هنری، انتشار کاست خدایا من غریب، نگاشتن کتاب زندگی هنرمندان قشقایی و تدوین 5 لوح فشرده از موسیقی های کهن قشقایی، جمع‌آوری منظومه های عاشقی و انتشار آنها در ترکیه در 2 کتاب، همکاری مستمر با مطبوعات و رسانه های تلویزیونی و رادیویی، فرهنگیار چندین فیلم مستند و مجموعه مستند تلویزیونی و بسیاری فعالیت های دیگر. برخی تجلیل ها و تقدیر ها: دریافت لوح پژوهشگران برتر در جشنواره گرگان ذکر و ذاکرین، تنها زن دریافت کننده لوح، دریافت لوح‌های سپاس در جشنواره‌های گوسان پارسی، موسیقی بانوان، کوچ، شب‌های استان‌ها، لوح زرین جشنواره بین‌المللی کرمان و قرار گرفتن در بین 36 استاد موسیقی نواحی ایران، دریافت مدرک افتخار از دانشگاه آتاتورک ترکیه، دریافت مدرک افتخار از مؤسسه فرهنگی گونش ترکیه و تجلیل توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به عنوان یکی از بانوان پیشکسوت موسیقی ایران. پروین بهمنی است از ایل قشقایی. دوران کودکی رو تو ایل بودم.
یعنی شیرین ترین خاطرات زندگی. از ما کودکی موسیقی رو با صدای لالایی دایم یاد گرفتم، یعنی هنوز صدای لالایی دایم تو گوشم. از همون موقع اگه بگم من عاشق موسیقی شدم اقرام نکردم. پدرم صدای خوشی داشت، سبت آواز گردش بود، بیشتر تشویق هم میکرد بخونم. عشقایی ها اصلا زندگیشون پر موسیقیه، یعنی با موسیقی زندگی میکنن. بیشترین کارا رو با موسیقی انجام میدن. اینجور که من از مادر بزرگم اینا شنیدم، مادر بزرگ پدرم جز انگوش شمار ایلیاتی هایی بوده که سواد داشته، سواد خوندن و نوشتن داشته و شاهنامه میخونده. ضمناً حکیم اینم بوده که من الان یک کتابچه راجع به حکیم بانوی این زروان شروع کردم دارم نویسم. شعرهای ما رو جایی ننوشتن، موسیقی ما جای ضبط نشده به خاطر جنگ گریزهایی که تو ایل بوده. من همیشه عقده اینو داشتم تا از 20 سال پیش شروع کردم جمع آوری کردم. تنها کتابی که اون موقع در دسترس بود کتاب قشقای شعری که آقای مرحوم شهبازی جمع آوری و مکتوب کرده بودم. شروع کردم به بایاتی ها یا دو بیتی های قشقایی رو جمع آوری کردم. فکر کردم که این شعرها فارس زبان ها نمیدونم، بهتر من اینو به فارسی برگردونم که یه تعداد زیادی از اینا رو موضوع برگردونم به فارسی. محیطی که من بزرگ شدم، استادایی مثل محمد حسین کیانی که الان هم در سن 100 و چند سالگی هنوز آغاز میکنم، منصور خان بهمنی، استاد هادی نکیسا، استاد صالح خان، استاد گنجوی سلمان زاده و خیلی از موسیقیدانای توانایی در جایی بودن که من زندگی کردم.
سنی کم ازدواج کردم، یعنی 19 ساله بود. یک مقدار از فعالیت هنری من کم شد. 4 تا بچه‌ای که دارم همه رو به موسیقی آوردن. اول دارم افسون با این آنهاد که ایتالیا تحصیل کرده برداشتش حقوق بوده، ولی همونجا تغییر میزد و دفع و با آلات موسیقی ایرانی میشه بود. دوم دخترم آزیتاست که نقاشی میکنه و همراه من تار میزنه و با من همخوانی میکنه. سومین بچه هم دامونه. دامون رشتش کشاورزیه، ولی تو گروه من سازای خوبی رو میزنه، به خصوص نواره که مخصوص موسیقی مشهوره. و بچه کوچیک هم داره، اشکان، که الان ایتالیا است و در رای سحنه خوده بود، در کنارش بازیگری، اونا موقعی را بود با من ساز نواره همراهی بود. از سال 80 یک گروه موسیقی تست کردم به نام گروه موسیقی هاوا. هاوا واسه یکی از خواننده های خوش صدای ایل قشقایی بود که الان در سن قدرت هیچ جا ازش تجدید نشد، اسمی ازش بود نشد و این برای من باز یک اخته شده. قشنگ‌ترین دالایی که حالا چه از زمان دایتون شنیده باشین یا چه خودتون گفته باشین، متنشو برای ما بگین. دلنشین ترین دالایی، متن اون دالایی رو برای ما بگین. Lal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 
این لالایی را لالایی داغ‌پری معرفه. ساروانای قشقایی به نواختن نی و خوندن آواز شهرت دارد. خوش صدا ترین زن قشقایی از همون دارغام پریست. بعد خواهرش دارغا پری بوده که بهترین لالای خانه قشقایی بوده که دارغا محمدیس در سن 100 سالگی هنوز آواز میکنه که 25 سال کشیده فوت شده بوده و هیچ صدای استدوی مازونه نداریم که و تشکر میکنم از مسئولین فرهنگ سرای نور که لطف کردن و من را دانگانه قطره کوچیکی از دریای موسیقی ایران انتخاب کردن معرفت.